سرخط خبرها، مجهز شدن شناورهای سپاه به موشک‌های جدید و مخوف با برد 2000 کیلومتر، ادعای تازه و خصمانه شورای همکاری خلیج فارس در مورد برنامه هسته‌ای ایران و اعلام همبستگی رهبر کره شمالی با روسیه در جنگ اوکراین. به این بسته خبری از پیک خوش اومدید. در خبری غرورآفرین، فرمانده نیروی دریایی سپاه اعلام کرد که برای اولین بار است که موشک‌های عمود پرواز و موشک‌های با برد 2000 کیلومتر روی کشتی‌های ما نصب شده است. به گزارش فارس، دریادار علیرضا تنگسیری در گفتگوی رادیویی ضمن اشاره به اهمیت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: اگر ما روایت نکنیم، دشمنان آنطوری که می‌خواهد روایت می‌کند. مقام معظم رهبری از تبیین به عنوان یک جهان نام برده است. وی ادامه داد: اگر ما این کار را نکنیم، زحماتی که شهدا، ایثارگران و جانبازان در طول انقلاب و 8 سال دفاع مقدس کشیدند به هدر می رود. باید قبل از اینکه دشمن آن چیزی که حقیقت ندارد را به مردم جامعه القا کند، خودمان باید واقعیت ها را به مردم بگوییم و پیشرفت های جامعه را به مردم و به خصوص جوانان نشان دهیم. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران با بیان اینکه از حدود 4-5 ماه قبل راهیان پیشرفت را شروع کردیم گفت: چیزی بالغ بر 10000 نفر از دانشجویان، دانش آموزان، اساتید و نخبگان را آوردیم و تجهیزات و تسهیلات نظامی را به آنها نشان دادیم. سردار تنگسیری گفت: در زمان طاغوت بیشترین برد موشک ما 40 کیلومتر بود، اما امروز کمترین برد موشک های ما 40 کیلومتر است. به علاوه با هر موشک یک مستشار هم به کشور ما وارد می شد و آنها برای خودشان اینجا آقایی می کردند و حق توحش هم می گرفتند. به افسود در حال حاضر شناورها و موشک ها را خودمان می سازیم. تمام کسانی که این تجهیزات و قدرت نظامی ما را دیدن متفق القول می گفتند ما فکر نمی کردیم این همه کار صورت گرفته باشد و به اینجا رسیده باشیم. همه پیشرفت های ایران در حالی رخ داد که ما در شرایط سخت تحریم ها بودیم و این باعث شد که این حس در این افراد به وجود بیاید که ما می توانیم. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت: ما به لطف خدا به جایی رسیدیم که در بحث تسلیحات نظامی قدم های بزرگی برداشتیم، به طوری که جز چند کشور اول منطقه هستیم. سردار تنگسیری به شناور شهید سلیمانی اشاره و خاطر نشان کرد: شناور شهید سلیمانی یک شناور منحصر به فرد است که به دست متخصصان ایرانی ایده پردازی، طراحی و ساخته شده است. این کار بزرگ به دست افرادی که درس خوانده دانشگاه های ایران بودند به نتیجه رسید. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت: در زمان طاغوت ما جرأت نداشتیم از کشتی هایی که وارد آبهای ما می شوند بپرسیم چرا وارد شدند و برای چی وارد آبهای ما شدند. اما امروز 6 کشور انگلیس، آمریکا، فرانسه، نیوزلند، استرالیا اجازه ورود به آبهای ایران را ندارند و وقتی وارد می شوند به سرعت وارد آبهای همسایگان می شوند. این یعنی اقتدار. شورای همکاری خلیج فارس یک شنبه شب در پایان نشست وزارتی در ریاض پایتخت عربستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که این نهاد آماده همکاری و تعامل در پرونده هسته‌ای ایران است. به نقل از خبرگزاری آناتولی، شورای وزیران امور خارجه این سازمان در پایان 156 نشست خود که در ریاض عربستان برگزار شد، خواستار همکاری به صورت تاثیرگذار با پرونده هسته‌ای ایران شد و بر ضرورت حضور کشورهای مذکور در مذاکرات و نشست در این خصوص تاکید کرد. است. این شورا خواستار همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای شد. سران کشورهای عرب شورای همکاری خلیج فارس در بخشی از بیانیه پایانی خود در ریاض عربستان بار دیگر ادعای واهی خود درباره جزایر سگانه ایرانی تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسی را تکرار کردند. پیشتر نیز اتحادیه عرب در بیانیه پایانی خود این ادعا را مطرح کرده بود که با واکنش وزارت امور خارجه کشورمان روبرو شد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز دوشنبه 22 خرداد به بیانیه نشست 156 وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس واکنش نشان داد. وی با تاکید بر راهبرد منطقه‌ای و سیاست مبنایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تقویت و تعمیق مناسبات با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و توسعه اصل همسایگی ابراز امیدواری کرد. کشورهای منطقه با نگاه به آینده و به دور از ادبیات سنتی گذشته چارچوب‌های نوینی را برای همکاری در منطقه بنا نهند. سخنگوی وزارت امور خارجه روند تحولات ماه‌های اخیر در منطقه
منطقه را امید بخش و در چارچوب منافع تمامی کشورهای این حوزه خواند و افزود کشورهای این حوزه در پیشبرد منافع منطقه دارای مسئولیت جمعی هستند و ایران همواره از گفتگو و همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان شرکای منطقه‌ای حمایت کرده است. کنعانی با تاکید مجدد بر مواضع همیشگی کشورمان، جزایر سگانه ایرانی ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک را جزء لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران خواند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی اشاره بیانیه این شورا در خصوص موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را ناوارد دانست و افزود جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوق و تکالیف خود وفق معاهده عدم اشاعه و موافقتنامه جامعه پادمان برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را در تعامل با کشورهای زیرب و در همکاری با آژانس پی می‌گیرد. کنعانی در پایان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران بار دیگر اراده جدی خود را برای نیل و منطقه‌ای با ثبات، امن و شکوفا در همکاری با همسایگان و برادران خود در شورای همکاری خلیج فارس اعلام می‌دارد. کیم جون اون رهبر کره شمالی در پیامی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تاکید بر تقویت روابط راهبردی دو طرف و همبستگی با آن کشور از موضع مسکو در قبال اوکراین حمایت کرد. به نقل از رویترز، کیم بامداد دوشنبه در پیامی به مناسبت روز روسیه از تصمیم وی قبال مناقشه اوکراین حمایت و بر همبستگی کامل کشورش با روسیه تاکید کرد. در پیامی که در خبرگزاری رسمی کره شمالی منتشر شد، کیم افزود بی‌تردید عدالت پیروز خواهد شد و مردم روسیه شکوه را به تاریخ پیروزی خود خواهند افزود. رهبر کره شمالی همچنین خواستار همکاری راهبردی نزدیکتر با مسکو شد و وعده داد که همسو با میل مشترک مردم دو کشور برای تحقق هدف بزرگ یک کشور قدرتمند دستان رئیس جمهوری روسیه را محکم بگیرد. وزارت دفاع ملی تایوان گفته که در بازه زمانی 6 صبح روز یکشنبه 11 ژوئن 21 خرداد ماه و 6 صبح امروز دوشنبه 12 ژوئن 22 خرداد ماه 24 هواپیمای نظامی چین و 5 کشتی نیروی دریایی این کشور را در اطراف تایوان رهگیری کردند. به گزارش وبگاه تایوان نیوز، وزارت دفاع تایوان اعلام کرده که از 24 جنگنده ارتش آزادی بخش خلق چین، 10 جنگنده وارد منطقه شناسایی پدافند هوایی تایوان شده و از خط میانی تنگه تایوان عبور کرده که شامل 4 جنگنده شینیانگ جی 11، 4 جنگنده شینیانگ جی 16 و 2 هواپیمای جنگی سوخوسی می باشد. تایوان گفته که در واکنش به ورود جنگنده ها و کشتی های جنگی چین، هواپیما و کشتی های جنگی را به منطقه ارسال کرده و از موشک های زمینی برای نظارت بر فعالیت ارتش آزادی بخش خلق چین استفاده کرده است. در ماه های اخیر تنش ها میان پکن و تایپه تشدید شده و در روزهای اخیر تقریبا هر روز وزارت دفاع تایوان از گشت‌زنی جنگنده ها و کشتی های جنگی چین در اطراف تایوان خبر داده است. مقام های پکن بارها در خصوص هر گونه اقدامات تحریک‌آمیز کشورهای خارجی در ترغیب تایوان به جدایی از چین که پکن آن را بخشی از قلمروی خود می‌داند هشدار داده است. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.